افزایش شمار قربانیان مصرف مشروبات الکلی تقلبی در ایران. چرا 40 سال ممنوعیت و محدودیت کارساز نبوده؟ 30 سال بعد از کشتار تابستان 67 در ایران، زندانیان چطور از شروع اعدام ها با خبر می شدند؟ و آزار جنسی کودکان مشکلی جهانی، آموزش کودکان چقدر می تواند در پیشگیری مؤثر باشد؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. مرگ 20 و چند نفر در هفته گذشته در چند استان ایران نقل محافل است. افرادی که بعد از بلند کردن جام مشروب احتمالاً به سلامتی دوست یا همراهی جان دادند. پایانی اندوهناک در تمنای لحظه‌ای سرخوشی. آمار آنهایی که کور یا مسموم شدند به 300 نفر میرسد. به گفته مقام‌های دولتی قصه مرگ و میر ناشی از مسمومیت با الکل تازه نیست. مثلا یک سال پیش عده‌ای در سیرجان جان را بر سر جرعه الکل گذاشتند. 5 نفر از 114 نفری که مسموم شدند. هر بار پرسیده می‌شود که چرا با این همه هشدار درباره زیان‌های الکل، آن هم در کشوری با قوانین سختگیرانه، هم شرعی و هم قانونی، عده‌ای نه چندان کم شمار خطر می‌کنند. اصلاً با این اوضاع چه می‌شود کرد؟ آزاد کردن مشروب و نظارت قانونمند راه حل است. جزئیات بیشتر از شهریار سیامی. این همان مایه جذابی است که شاعرانی مثل مولوی، حافظ و خیام بسیار درباره آن نوشتند. شراب. در روزهای اخیر به حساب اورژانس ایران دست کم 27 نفر بر اثر نوشیدن الکل در ایران مردند. پنجشنبه شب پیش اولین گزارش‌های مسمومیت شدید الکل از استان هرمزگان گزارش شد. متاسفانه 10 نفر از این مراجعین فوت شدن و حدود 52 نفر باید دیالیز می شدن که کارهای دیالیزش رو انجام دادن. اما ظرف 3 روز گزارش آمد که علاوه بر هرمزگان در استانهای البرز، خراسان شمالی و کهگیلی و بویان احمد هم به همین دلیل مردند یا بستری شدند. نگاهی به پراکندگی جغرافیایی این مسمومیت نشان می‌دهد الکل مصرف شده یا در شبکه‌ای گسترده توزیع شده یا از الکل سفید است که کاربرد پزشکی دارد ولی بعضی آن را با آب میوه یا نوشیدنی‌های دیگر مخلوط و مصرف می‌کنند. اما پلیس استان هرمزگان می‌گوید که 3 متهم اصلی که در پشت سر مصاحبه شونده می‌بینید را دستگیر کرده است. 3 نفر متهم این پرونده که 1 نفر زن و 2 نفر مرد بودند و تولید و توزیع کننده این مشروبات دستساز بودن دستگیر شدند. گسترش تلفات مصرف الکل در قسمت‌های مختلف ایران بعد از حوادث بندرعباس ادعای پلیس هرمزگان را زیر سوال می‌برد. این اولین باری نیست که نوشیدن الکل غیر استاندارد در ایران تلفات می‌دهد. ممنوعیت مصرف و تولید الکل سبب شده بعضی به تولید خانگی مشروب پناه ببرند. مثل این نمونه. این عرق کشمیش یا عرق سگی به قول خودمون، این عرق سگی مال درگزه. گاهی هم افراد غیر متخصص انجامش میدن. در روند تقطیر و تولید عرق ممکن است الکل چوب یا متانول هم تولید شود که شاید موجب مسمومیت شدید و در نتیجه نابینایی یا حتی مرگ شود. در حوادث اخیر اما گروهی میگویند مواد افسودنی به این الکل های دستساز باعث تلفات شده. تولید کنندگان الکل غیر مجاز گاهی قرص های دیاسپام یا استامینوفین کدئین به آن اضافه می کنند که مشتری پسند باشد و حالت سرخوشی بیشتری به همراه بیاورد. هنوز معلوم نیست چه ماده‌ای به این الکل ها اضافه شده که باعث مسمومیت شدید شدند. آمار بالای مسمومیت مشروب الکلی دستساز شاید ناشی از گران شدن مشروبات الکلی استاندارد قاچاق بر اثر افزایش قیمت ارز باشد. رئیس مرکز اورژانس ایران گفته جوانان در مهمانی‌های شبانه به افراط الکل مصرف می‌کنند، غافل از اینکه شاید سمی خالص می‌خورند. مشکل وقتی پیش میاد که مصرف کننده از ترس مجازات مشروبخواری و حضور در مهمانی‌های مختلط جرأت نمی‌کند به بیمارستان مراجعه کند یا اینکه آنقدر دیر می‌رود که کار از کار گذشته. شهریار سیامی، BBC.
اعدام‌های تابستان 67 در ایران در 3 ماه این فصل در حالی ادامه داشت که زندانیان از هر نوع امکانات اطلاع رسانی نظیر تلویزیون و روزنامه منع شده بودند و ملاقات‌ها هم قطع بود. خانواده‌ها هم در بی‌اطلاعی به سر می‌بردند. نیکی محجوب نگاهی کرده به نحوه آگاهی زندانیان از شروع اعدام‌ها در زندان. آخرین عکس هایی که از آنها به جای مانده، 30 سال از اعدامشان در تابستان 1367 گذشت. زندانیانی که بر سر موضعشان بودند و طبق فتوای آیت الله خمینی به اعدام محکوم شدند. پایان زندگی آنها در کمتر از 3 ماه رقم خورد. ملاقات ها قطع شد، هواخوری و روزنامه ها ممنوع شد و اعدام ها آغاز شد. برخی از این زندانیان جان به در بردند. در زندان گوهردشت زندانیان با مرس به هم خبر دادند که چه گذشته. مرس نوری در این زندان تنها راه اطلاع از شروع اعدام ها بود. سیاوش سلطانی از زندانیانی بود که مرس می زد. غروب وارد بند شدیم و یک چند ساعتی طول کشید که بعد از گریه کردن و آروم شدن یه مقدار که صحبت کردیم تصمیم گرفتیم چند تا از بچه ها به بند دیگه، بندای بغلیمون که بند بالا ملی کش ها بودن و بند پایین اوینی ها بودن، تصمیم گرفتیم که خبر رو برسونیم. حدود 10-11 شب شروع کردیم به مرس زدن. این قضیه مرس زدن تا ساعت حدوداً 5 صبح طول کشید. علتش هم این بود که باز بچه های بند ملی کش ها باور نمی کردن. مایی که داریم این ور صحبت می کنیم از رفقای خودشونیم و دوستان خودشونیم. خلاصه با تمام این قضایا حدود 6-7 ساعت طول کشید و فرصتی برای بچه هایی که بخوان تصمیم بگیرن، واقعیت این که فرصت زیادی نبود که بچه ها می باید سریع تصمیم بگیرن که آیا باید اعدام رو بپذیرن یا اینکه نه از مواضعشون یه مدار عدول کنن و زنده بمونن. اولین گروه اعدامی ها مجاهدین بودند و چپ ها گروه بعدی. صبح اون روزی که با مرس ساعت فکر میکنم 5 خبر رسیده بود، 6 به من رسید. حمید درحینی که داشت خبر رو به من میگفت از بند کشیدنش بیرون، که مجبور شدیم به سرعت بعد از صحبت‌هایی که به هر حال با بچه‌های مختلف کردیم همه بچه‌ها رو از خواب بیدار کنیم و بعد چون تعداد بند زیاد بود به گروه‌های مختلف از جریانات سیاسی خبر دادیم که به رفقای هم تشکیلات یا هم اتهام خودشون خبر بدن. شما صحنه رو باید تصور کن، تو بند داریم میدویم و به بقیه خبر میدیم، چون بند بغل روی 7 و 8 شهریور و تقریبا 2/3 بند از اونها به دار آویخته شده بودن، با مرس خبر رسیده بود، نوبت بند ما بود و بند بالا سر ما و بعد سری خبر میدادیم همه بدونن چی در انتظاره. که توی اون مرس فقط برای یادآوری میگم به ما رسیده بود که بچه ها مواظب باشین سلاخی نشید، همه بچه های اینجا رو دار زدن. اعدام ها از مرداد سال 67 شروع شد و اواخر تابستان و اوایل مهر تلفن خانه خانواده زندانیان به صدا در آمد. تمام دنیا فهمیده بودن به غیر از ایران، تهران هیچ خبری نبود که این بچه ها رو کشتن. بعد یه هم دیدن نمیشه بود، به همه گفتن که در یک روز به همه تلفن زدن گفتن ما این بچه ها رو اعدام کردیم. حالا 5 تا، 4 تا، 3 تا، 2 تا همه رو از بین بردیم. سهم خانواده ها تنها یک ساک بود. هنوز بعد از 30 سال محل دفن بسیاری از این زندانیان سیاسی مشخص نیست. این یکی از گورستان‌های دست جمعی در نزدیکی اهواز است که گفته می‌شود تعدادی از زندانیان سیاسی در آن دفن شده‌اند. نیکی محجوب، BBC.
امسال هم سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل خبرساز شد. نخست وزیر اسرائیل با نشان دادن عکس‌های ایران را متهم کرد که انباری سری از مواد و تجهیزات هسته‌ای دارد، اتهامی که ایران دروغ خواند. اما آنطور که در گزارش بهرنگ تاجدین می‌بینیم، جدای از محتویات صحبت‌ها، آنچه در سخنرانی‌های آقای نتانیاهو بسیار برجسته است، نحوه ارائه آن برای بیشترین تاثیرگذاری بر مخاطب است. بعید است این سخنرانی را فراموش کرده باشید. Where should a red line be drawn? A red line should be drawn right here. بمب کارتونی بنیامین نتانیاهو باعث شد خیلی ها درباره سخنرانی او حرف بزنند و 6 سال بعد هنوز هم در یادها مانده باشد. در جایی مانند نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که رهبران ده ها کشور در چند روز سخنرانی می کنند، جلب توجه کار دشواری است، ولی نخست وزیر اسرائیل در سالهای اخیر موفق شده نظرها را به سخنرانی هایش مخصوصا علیه ایران جلب کند. Is this protocol a lie? سال 2009 در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او مدارکی درباره هولوکاست را نشان داد. Let me show you a photograph. سال 2014 با نشان دادن عکس‌هایی گروه حماس را به مخفی کردن تسلیحاتش در میان غیر نظامیان متهم کرد. Here it is. یک سال بعد نوبت به در دست گرفتن کتابی نوشته آیت الله خامنه ای رهبر ایران رسید تا سخنرانی او را لااقل از نظر ظاهری از بقیه متفاوت کند. و امسال هم آقای نتانیاهو با نشان دادن عکس‌هایی از به گفته او تأسیسات هسته‌ای سری ایران در تورغوزآباد تهران تلاش کرد توجه عده بیشتری را به حرف‌هایش جلب کند. بعید است همه آنهایی که این سخنرانی را دیدند پاسخ معاون وزیر خارجه ایران را هم شنیده باشند. جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاعش دادن به دلغزاباد. نمیدونم، حس میزنم یه عده سر کارش گذاشته. استفاده نخست وزیر اسرائیل از اشیا و تصاویر به سخنرانی هایش در سازمان ملل محدود نیست. این سخنرانی زمستان پارسال او در کنفرانس امنیتی مونیخ است. این قسمتی از آن پهپاد ایران است که ما ساقطش کردیم. من آوردمش اینجا که شما خودتان از نزدیک ببینید. ایران لاید. و چند ماه بعد اون مدارکی را که به گفته او دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل از ایران رو بوده بودند این گونه به نمایش گذاشت. احتمالاً شمار کسانی که این تصاویر یادشان مانده بیشتر از آنهایی است که جواب ایران و نهادهایی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هنوز هم به خاطر دارند. بنیامین نتانیاهو بیش از 30 سال است که از تصویر هم علاوه بر کلام برای انتقال پیامش استفاده می کند. سیاستمداری که می داند حتی اگر بعضی ها به بمب کارتونی او بخندند، باز هم حرفش در یادشان می ماند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. آزار جنسی کودکان در همه جای دنیا شایع است. ایران و افغانستان هم مستثنا نیستند. در بریتانیا از هر 20 کودک یک کودک مورد آزار جنسی قرار گرفته و بیش از 90% آنها را یکی از افراد نزدیک خانواده آزار داده. با همه این آمار و ارقام، این موضوع هنوز یک تابو است و حرف زدن درباره اش برای خیلی از خانواده ها آسان نیست. آناهیتا شمس پای صحبت آسیب دیدگان از این موضوع نشسته. حدود 9 یا 10 سالم بود. هر وقت این خانواده که از دوستای صمیمیم بودن می اومدن، تنها فکر و ذکرم این بود که چطور خودم رو از آقای خانواده دور نگه دارم. ولی همیشه یه جا گیرم می آورد. یه بار همه توی سالن داشتن تلویزیون تماشا می کردن و تو اتاق بغلی منو تنها گیر آورد و گذاشت روی میز. قد و قامت خیلی کوچیکی داشتم و اصلا نمیدونستم باید چی کنم. از ترس زهره ترک شده بودم. آلت تناسلیش رو بین پاهام گذاشت و بعد از چند لحظه که اصلا نمیدونم چقدر بود ولی طولانی ترین زمان برام بود، چون دید دارم میلرزم، گفت خب خودت خواستی، حالا دیگه برو از این کارهای بد نکن. همیشه فکر میکردم اینا همش تقصیر من بوده و هرگز و هرگز به هیچ کس نگفتم. بیشتر آزارهای جنسی کودکان و نوجوانان در خانه‌های اتفاق می‌افتد که قرار است جایی امن باشند.
بر اساس آمار اغلب این سوء استفاده های جنسی از طرف پدر، برادر، عمو و دایی و یا یک فرد نزدیک به خانواده انجام می شود. گاهی یک کودک یا نوجوان حتی نمی تواند تشخیص دهد که آیا مورد عشق و محبت قرار گرفته یا مورد سوء استفاده. بیشتر این آزار جنسی با آدمایی میفته که آدم باش خیلی نزدیکه، تو خانواده بیشتر اتفاق میفته. مثلا اگه پدر باشه که حالا معمولا پدر ممکنه باشه، خب پدر یه جوری از اول بچه رو آزار میده و عادتش میده به این که بچه یواش یواش فکر کنه که این جزء رابطه ایست که باید با پدرش داشته باشه. یعنی از اول میگه ما همدیگر رو دوست داریم، من اینجوری به تو نشون میدم که تو رو دوست دارم، تو باید به من نشون بدی که منو دوست داری، این سیکرت ماست، به کسی نباید راجبش حرف بزنیم. دو نوع آزار جنسی وجود دارد که یکی از طریق لمس کردن است و دیگری آزار جنسی بدون لمس بدن. بچه توش مثل حالت یه زنگ داره تو دلش و هر وقت احساس کردین که این زنگ داره تکون میخوره و داره زنگ میزنه، حتی اگه نمیدونین که چرا داره زنگ میزنه، بعد خودتون رو دور کنین از اون سیچویشن. و اینو همیشه من به مادر پدر میگم و خیلی مادرها به من میگن که اتفاقا وقتی که ما به بچه‌مون اینو گفتیم، بعدش اومد بهمون گفت مامان مثلا من با نمیدونم دایی فلانم بودم، این زنگ تون بود، نفهمیدم چرا. بعدن که صحبتشو کردیم فهمیدیم که مثلا داییش یه حرفای بی خود میزد یا بی خود یه دست میزد مثلا به شونش حتی، ولی بچه احساس میکرد که این دستی که داره به شونه من میزنه درست نیست، من احساس خوبی بهم دست نمیده. بنابراین ممکنه فیلم نشون دادن، عکس نشون دادن، حرفای زشت زدن، یا مثلا خیلی وقتا ممکنه که حتی لباس تنشونه ولی میان مثلا خودشونو میمالن به بچه. آگاهی دادن به کودک درباره انواع آزار جنسی بسیار مهم است. وجود تابوهای اجتماعی و نداشتن آگاهی باعث می شود انواع آزارهای جنسی کودکان اتفاق بیفتد. مقاومت بعضی خانواده ها برای کسب اطلاع در این زمینه و کبک وارگونه رفتار کردن آنها راه را برای آزار دهنده باز می گذارد. شب ادراری، وسواس، بیخوابی و گوشه‌گیری می توانند از نشانه های آزار جنسی در کودکان باشند و در نوجوانان گاهی خودکشی و خودزنی، فرار از خانه و تن به ازدواج های زودرس از نشانه های آن است. اما حرف زدن و تقاضای کمک برای هر دو، کودک و نوجوان، کار ساده ای نیست. حس کرده بودم همسرم به دو دخترم دست میزنه. یه بار دیده بودم ولی نتونستم چیزی بگم. اصلا نمیدونم چی باید بگم. یکی از دخترام اصلا حاضر نیست تنها خونه بمونه وقتی من یا خواهر و برادرش نیستیم. ولی هیچ کدوم تا حالا چیزی به من نگفتن. منم نمیدونم چطور باید باهاشون حرف بزنم. بهترین جوری که آدم بتونه با نوجوان حرف بزنه یا حتی با کودک کوچیک‌تر حرف بزنه این نیست که خیلی روک و راست بپرسه. چون اگه آدم شروع کنه که آره مثلا چیزی هست، ناراحتی به نظرم میاد، اینا مسیجی که آدم داره میده به نوجوان این نیست که یه چیزیست که در واقع تابوئه و شاید نمیتونیم خیلی راحت راجبش حرف بزنیم و این حالت تقصیر تو نوجوانو بیشتر میکنه. خیلی بهتره که آدم راحت بگه که من حس میکنم که یه اتفاقی داره میفته، حس میکنم که این اتفاق بین پدرت و توه، اگه پدرت داره همچین کاری به تو میکنه باید به من بگی. حالا ممکنه نوجوان از اول نگه آره یه همچین اتفاقی داره میفته، ولی لااقل میدونه که مادر خیلی راحت میتونه راجبش حرف بزنه، مسئله نداره. آزار جنسی کودکان و نوجوانان در بسیاری از کشورها در سراسر دنیا اتفاق می‌افتد. این پدیده مربوط به کشور یا فرهنگ خاصی نیست. افراد آزار دهنده هم اشخاص خاصی نیستند. کسانی که آزار جنسی میدن به بچه اصلاً کسای به خصوصی نیستن که آدم بتونه بفهمه. خیلی آدمای معمولی هستن، از هر طبقه جامعه ممکنه بیان، بعضیاشون خیلی ممکنه تحصیل کرده باشن، بعضیاشون نیستن، بعضیا خیلی موفقن، بعضیا نیستن، اصلا معلوم نیستش که چه جوری هستن. مشکلش اینه. حالا خیلی وقتا آدم به عنوان مادر یا احساس میکنه که یه اتفاقی، باید سعی کنه بفهمه چی شده. بسیاری از این تجاوزها و آزارها هرگز فاش نمیشوند. ترس از آبرو از یک طرف و تهدید متجاوز از طرفی دیگر، و گاهی این آزارها سالهای سال ادامه پیدا می کنند. صحبت کردن و بررسی ابعاد این موضوع می تواند کودک را از آزارهای جنسی دور نگه دارد و امنیت را در خانه به او برگرداند. آنایتا شمس، بی بی سی.
یک شنبه گذشته روز جهانی پادکست بود. رسانه دنیای مدرن با طرفداران پرشمار. 14 سال پیش در سال 2004 بود که یک روزنامه‌نگار بریتانیایی در ستونی در روزنامه گاردین اسم پادکست را پیشنهاد کرد که ترکیبی است از دو کلمه انگلیسی پاد و برادکست. در فارسی هم برای آن برابر نهاده‌هایی ساخته شد، مثل تدوین صوتی یا پادپخش. نگین شیراقایی در گزارشش توضیح می‌دهد که پادکست چیست و چرا اقبال به آن زیاد شده. از مترو زمانهای مرده تا هنگام آشپزی، پادکست حالا بیش از هر زمان دیگری در دنیا شنیده می شود. مفهومی که کمتر از دو دهه از ابداعش می گذرد. فردوسی خانی، داستان نیرنگ کرسیوز علیه سیاوش. حدود 14 سال پیش نامی برایش انتخاب شد. یک روزنامه نگار بریتانیایی سه اسم برای این صداهای جدید در اینترنت پیشنهاد می دهد. اما کلمه پادکست شهرت جهانیش را مدیون کمپانی اپل است که از میان آن سه اسم آن را بر می گزیند و در تلفن‌هایش برای اولین بار بخشی ویژه به نام پادکست ایجاد کرد. هرچند حالا اپل تنها یکی از هزاران پلتفرمی است که پادکست ها را منتشر می کنند. یک تفاوت عمده ای که پادکست در نحوه رسوندن پیام ایجاد کرده اینه که پیام را از اینکه در انحصار کمپانی های بزرگ باشه، مثلا کمپانی های رادیو تلویزیونی، در آورده. حالا شما به عنوان یک فرد عادی اگر حرفی دارید، اگر نکته ای دارید که فکر میکنید مخاطب داره، خیلی راحت مثلا روی تلفنتون میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و بعد از اینکه چند ادیت کوتاه انجام دادید با نرم افزارهای خیلی ساده ای که همه جا موجوده، اون رو به سایت هایی میدید که پادکست خان هستن و پادکست ها رو اونجا به نمایش میذارن و از اونجا به بعد تنها اینه که مخاطبی هست که روی پادکست شما کلیک کنه یا نه. در ایران هم چند سالی است که پادکست رونق گرفته. وبسایت هایی برای پخش آنها راه افتاده و نه تنها انحصار رسانه‌ای شکسته، بلکه فضایی برای مردم ایجاد شده تا از آنچه که دوست دارن بگویند و بشنوند. برای من پادکست سازی پروژه کاملا شخصی بود، یک تفریح شخصی بود که من اصلا انتظاری هم نداشتم که مخاطب زیادی کسب بکنه و صرفا یک کاری بود که من میخواستم برای خودم شاهنامه بخونم. یک کمی وقت گذاشتم، یک مقدار کمی پول هم گذاشتم، یک میکروفونی خریدم و یک لپتاپی هم که خب داشتم و کتاب شاهنامه. همین ها فقط لازم بود و هیچ سختی خاصی نداشت و این دقیقا همون مزیت پادکسته. پادکست به عنوان یک رسانه، کاملا رسانه آزاده. ها بود. حالا حتی رادیوها هم می‌دانند برای شنیده شدن باید پادکست شوند. نگین شیراقایی، بی بی سی. دوشنبه گذشته روز جهانی سالمندان بود. فرصتی نه فقط برای یادآوری وظایف شهروندان نسبت به حق و حقوق سالمندان، بلکه برای فکر کردن به سیاست‌گذاری‌هایی که بتوانند در سال‌های آینده بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران را با ظهور یک جمعیت بزرگ سالمند آماده کنند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. خلاصه آنچه باید درباره بحث سالمندان بدانید این است که تعدادشان در جهان سخت‌تر است تا در شعار. اول نگاهی بیندازید به این آمار. در حال حاضر از 7 میلیارد جمعیت جهان حدود 10% جمعیت تشکیل خواهند داد. 20% رقم خیلی بزرگی نیست، اما اگر این ارقام در همه دنیا یک دست بود. اما در ایران در خیلی نزدیکتر جمعیت سالمندان بسیار جمعیت سالمند ایران حالا 6 میلیون نفر است، یعنی حدود 1/10 نفر. انتظار می رود در 15 تا 20 سال آینده ایرانی 1/3 جمعیت کشور را تشکیل دهند. برای کشوری مثل ایران که هنوز سازوکارهای لازم برای نگهداری از چنین جمعیتی را ندارد، این رقم میتواند نگران کننده باشد. ایران سیاست مهار جمعیت را چند سال پیش کنار گذاشت، ولی هنوز نتوانسته از پیرتر شدن جمعیتش جلوگیری کند. سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
کسی که بیش از همه در این باره اظهار نگرانی کرده رهبر ایران است. یکی از معدود مواردی که او گفت خودش و نظام اشتباه کردند. ما در سال به همون مقاصدی که از تهدید نسل وجود داشت رسیدیم. بعد از سال 71 به این طرف باز سیاست رو تغییر میدادیم. خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا رو جبران کنیم. در دیگر نقاط جهان که مشابه وضعیت ایران هستند، نگرانی ها هم مشابهند. در ژاپن که این مسئله به مرز بحران نزدیک می شود، حدود 80% مردم معتقدند این یک مشکل بزرگ است. برخلاف آمریکا که در بین کشورهای دو صنعتی به دلیل مهاجرت پذیری جمعیتش رو به رشد است و نسبت به رقبای توسعه یافته خود مزیت بزرگی دارد. کشورهایی که بیشترین افزایش جمعیت را دارند، یعنی عموماً کشورهای جهان سوم و رو به توسعه، در این قرن انتظار بیشترین رشد اقتصادی را نیز خواهند داشت، مثل هند و نیجریه. اغلب مردم دنیا انتظار دارند دولت به فکر مراقبت از سالمندان باشد، ولی در بعضی کشورها مثل پاکستان بیشتر مردم این را وظیفه اقوام و نزدیکان می‌دانند. گاهی اوقات خیلی از جوانان و مردم عادی وظیفه نگهداری جسمی و مثل این مورد روحی سالمندان را بر عهده می‌گیرند. اما این راه حل نیست. واگذاری نگهداری از سالمندان به مردم می‌تواند مشکل ساز باشد اگر مردم خیشان سالمند خود را رها کنند، اتفاقی که در ایران رو به افزایش است و بیش از همه باعث رنج و قصه جمعیت سالمند ایران شده. تا زنده هستم بیا در کنارم، که میگویند تا زنده این به فکر ما باشید نه وقتی از دنیا رفتیم. زندگی نمیگیری سراغم، از پس مرگ گل میکنی نسارم. سیاوش اردلان، بی بی سی. حالمو بپرسی نگفتی بیماری یا تند. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.